سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ آیا دکتر از میکروفون میشه استفاده بکنین؟ متشکرم میشم. قبل از اینکه شما تشریف بیارین، ما کوتاه از زندگی شما و فعالیتاتون در آفریقا گفتیم. البته فکر کنم بیشتر فقط آفریقا نبوده، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خیر مقدم عرض میکنم، اشاره طاعت و عبادت شما قبول باشه. ببینید، من یه گریزی میزنم به زندگیم در دوران کودکی، شاید این خاطرات من خونده باشید. من سال 1345 به دنیا اومدم و از سال 1350، یعنی 5 سال یا 6 سالم بود که معمولا در کارهای دامداری با پدرم مشارکت میکردم. اتفاق مهمی که اونجا تو زندگی میفته اینه که من برادر خودم رو از دست میدم که 2 سال از من بزرگتر بود. اصل ماجرا اینطوری بود که یه ضربه به سرشون میخوره و من و ایشون همراه گله گوسفندا بودیم. من دیدم ایشون از حال رفت و بیهوش شد. هرچی صداش کردم دیگه بیدار نشد و اونجا متوجه شدم که احتمالاً یه اتفاق مهمی براش افتاده. خب یه سنی هولوش مثلا 5.5 یا 6 سالم بود. دیگه در نهایت ما برگشتیم به یک منزلمون که ما بهش میگیم خیل. اونجا نه پدرم بود نه پدر بزرگ، فقط مادرم بود و به اضافه فکر میکنم 2 تا از چوپونای دیگه و 2-3 تا از همسایه‌هامون. گفتم داداشی همچین اتفاقی افتاده. دیگه بلافاصله اومدن همراهمون و برادرمو منتقل کردیم به داخل چادر. این که میگم چادر یعنی اون فضای به نام خیل. در خیل معمولاً اگر شما استعزار داشته باشین میگن ییلاق و قچلاق میکنن. اونجا یعنی اینکه در واقع در فصل تابستون حضور پیدا میکنیم که آذوقه زمستان رو از دام تهیه کنیم. خب ما اخوی رو آوردیم منزل داخل چادر، دیدیم که نه به هوش نیومد. تا اینکه بعد از حدود 3 روز مادرم تصمیم میگیره که سوار بر قاطر بشه، بچه رو به کولش ببنده بیاد در اولین شهری که حدود 60 کیلومتر از این محل فاصله داره حضور پیدا کنه برای تبابت درمانش. خب زمانی که حرکت میکنه ساعت 5 صبح، متاسفانه بین راه حس میکنه که بچهش به رحمت خدا رفته، دوره بر میگرده. نتیجه از اونجایی که ما اونجا تنها بودیم، همونجا برادرم رو توی بیابون که اصلا قبرستونی نیست همونجا دفنش میکنیم، برای اینکه نمیتونستیم میت رو بیرون نگه داشته باشیم تا مثلا بخوایم به جایی ببریم، اونم سال 1350. خب در دل کوهستان یک برادر من دفن شده اونجا. شما تصور کنید که در مراسم تدفینش من بودم حدود 6 سالم، مادرم بود، خواهرم بود، مادر بزرگم و حدود 3-4 نفر دیگه، در حالی که نه پدرم بود نه افراد دیگه. اون موقع من یادمه که تو دل خودم گفته بودم با اینکه بچه بودم که ای کاش یه دکتر اینجا بود و برادرم رو نجات بود. این صفحه اول زندگی من، شما تو ذهنتون باشه. صفحه دوم زندگی هم که باز موجب تحول من شد، نگاه من به طبابت و طبیب بودن یک نگاه بسیار عمیق و دقیق بود، این بود که سال 1366 ما در محور حاج عمران عراق عملیات شیمیایی داشت. از به بحث عراق به تعداد زیادی مصدوم شیمیایی شدن، منم رانده لاندیور بودم. از من خواسته شد که تا اونجایی که میتونم تعدادی از مصدومین رو منتقل کنم پشت خط بیمارستان امام خمینی نقده. به این راه که من اینا رو داخل لاندیور گذاشته بودم منتقل میکردم، همه آقوناله میکردن، مثلا میگفتن که حالمون خیلی بده، تونتر برو. بعضی هاشون تنگی نفس داشتن، بعضی ها مثلا میگفتن دیگه من چشمم نمیبینه، بعضی ها میگفتن من دیگه دارم میمیرم. خب شرایط واقعا خیلی بدی بود. حدود 2 ساعت و نیم طول کشید تا ما رسیدیم به بیمارستان امام خمینی نقده، دقیقاً فکر کنم 5 شهریور 1366 بودش. وقتی که رسیدیم دم در اورژانس 4 نفر بودن تو ماشین، یک نفر از این 4 نفر به شهادت رسیدیم و آخرین نفری هم بود که از ماشین منتقل میکردیم. من اونجا خیلی متأثر شدم از اینکه من مقصر بودم. اگر یکم زودتر می اومدم شاید در قید حیات بودن و به شهادت داریم می رسیدم. اونجا بعد از اینکه همه مجروحین و شهدا رو منتقل کردیم، من یه چند دقیقه خارج بیمارستان نشستم و گریه کردم که
باز هم اگر اینجا طبیب بودم شاید میتونستم برای نجاتشون کاری بکنم. یعنی همون لحظه صحنه به رحمت رفتن فوت برادرم در سال 1350 به ذهنم اومد، به اضافه این خاطره ای که الان اتفاق افتاده بود. اونجا عزممون رو جذب کردیم که حتما با طبیب بشیم. حالا شما تصور کنید من دکتر امادی با دو تا خاطره و حادثه بسیار مهم در زندگیم که در حد حتی داستان و قصه نیست بلکه از نزدیک همه شرایط بسیار دردناک و مصیبت‌بارش رو لمس کردم، به نظر شما اگر من طبیب می شدم طبیب مطب می شدم یا کلینیک پوست و مو و زیبایی می شدم که فقط درآمد داشته باشم، یا احتمال زیاد جاهایی می رفتم که انسانایی باشن که به من نیاز دارن، مثل اون برادرم که در تنهایی و نداشتن پزشک به رحمت خدا رفت، مثل اون جانبازای شیمیایی که تو ماشین لاندیور پزشکی نبود عملیات احیا رو براش انجام بده و به شهادت رسید. بنابراین اونجا بر من واضح شد که مسئولیت و رسالت من محدود به یک مطب و بیمارستان نیست بلکه فراتر از این جایگاه هر کسی که به ما نیاز داره. لذا وقتی که من متخصص پوست شدم یادم از گفتم که خدایا اون قول و وعده که ما با هم دیگه داشتیم اون روزی که توی لاندیور این مجروحین شیمیایی رو می آوردم گفتم که کمک کن من متخصص پوست بشم، شما به قول و وعده خودت عمل کردی، من متخصص پوست شدم، الان نوبت من هستش. سال 83 که من از همین بیمارستان راضی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم، ما رفته بودیم وزارتخونه برای اینکه خب هر کی بره تو شهر خودش استان خودش. خب خیلی اومده بودن مثلا میگفتن ما بچه داریم، زن داریم، نمیدونم پدرم بیمار، مادرم بیمار. ما که رفتیم نوبت ما شد که ما رو تقسیم کنن، گفتن آقای دکتر شما جانباز هستی، بعد متعهلم هستی، دو تا بچه داریم، هر جایی که دوست داشته باشی میتونی بری محل خدمتت باشه. منم بهشون گفتم هر جای ایران که به من نیاز دارن منو بفرستین اونجا. خلاص این دوست ما که مسئول تقسیم نیروها بود فکر کرد من شوخی میکنم، به من گفتش که آقا برو فردا صبح بیا. ما هم رفتیم فردا صبح رفتیم، گفتش که آقای دکتر هنوز رو حرف خودت هستی، ما یه جای خیلی سختی میخوایم شما رو بفرستیم. گفتم آره. که قسمت شد سال 84 ما رفتیم بم. بم سال 82 زلزله اومده بود، هیچ متخصص پوستی نداشت، بیماری سالک خیلی شدید و شایع شده بود و زندگی هم در چادر و کانکس بود. یعنی به من گفتن آقا شما میری اونجا تو چادر زندگی میکنی، توی کانکسی، نگی که من فکر نکردم اینجا مثلا یه همچین شرایط سختی داشته باشه. علی حال ما رفتیم در بم، یک سال و نیم توی بم موندیم. از بم که مأموریت ما تموم شد برگشتیم، حدود 6 ماه رفتیم افغانستان توی کابل و هرات. علتش هم این بود که افغانستان و ایران دو تا کشور همسایه هستن، بسیاری از بیماری ها بین دو تا کشور مشترک. من به عنوان طبیب اعتقادم این بود که اگر من بخشی از بیماری هایی که از افغانستان وارد ایران میشه رو در کابل یا هرات مهار کنم یا به پزشکان آموزش بدم که اون بیماری رو چطوری درمان کنن، دیگه افغانهایی که وارد ایران میشن اون بیماری رو وارد ایران نمی کنن. یعنی ما بیماری رو باید در منشأش، در منبعش، در محل انتشارش مهار کنیم. خب به این هدف نیت ما اونجا حضور پیدا کردیم، آموزش دادیم. بعد که از افغانستان اومدیم اولین مأموریت ما به آفریقا در سال 1386 شروع شد، که خب یه اتفاقی افتاد، یکی از دوستانم گفت آقای دکتر شما بم بودی، افغانستان بودی، ما الان آفریقا نیرو نیاز داریم، شما حاضری بری آفریقا؟ منم بهشون گفتم که من این نیست، ما میریم. حالا خیلی از من سوال میکردن که شما تکلیفتون با خانم و خانوادهتون چی هست این میون، اونا چی کار میکنن بندگان خدا؟ ما سال 86 که با خانم اون خواستیم ازدواج کنیم که دختر عمه من میشه، این همون 86 که رفتن آفریقا؟ 66 ببخشید. آها سال 66 که میخواستم برم تو دوره جنگ، همون که رزمنده بودین ازدواج کردیم. درست دو شب قبل از اینکه من برم غرب کشور، شب اخفنون ما بود، من به خانومم گفتم خانم قبل از اینکه این خطبه عقد ما خونده بشه من چند تا جمله با شما صحبت کنم. اصل ماجرام همین بود، بهش گفتم که من یه قول و قراری دارم با خدا
که دلم میخواد به مردم خدمت کنم. ممکنه که کمتر در کنار هم دیگه باشیم، اما همین که به کسایی که نیاز دارن و منو صدا میکنم من در کنار اونا باشم، انگار در کنار خودت هستم. که خب خوشبختانه ایشون موافقت کردن، نهایت محبت رو هم در طول این چند دهه زندگیمون به ما داشتن. در این حال هر سفری رو که میرفتم قطعا از ایشون اجازه میگرفتم و قطعا هم ایشون با ما همراهی میکرد. سفر ما به آفریقا شروع شد. موضوع آفریقا واقعا یک موضوع کاملا جدا بود. چرا؟ برای اینکه اول از اینکه داخل کشورم نبود، دو یه ملیت و یک نژاد و یک رنگ پوست، یک مذهب و دین دیگه بود، مسیحی بودن، رنگ پوستشون سیاه بود، فرهنگشون، آداب و رسومشون با ما کاملا متفاوت بود. حالا شما میخوایید در این فضا و محیط به مردمی خدمت کنی که سرمایه و اعتباری برای هم دینت باشی هم برای کشورت باشی، تنها هم هستی، زبانشون هم با زبان شما متفاوته. شما چقدر باید در این فضا و محیط تلاش کنی و بتونی کاری بکنی که غایت و نهایت کار نصب یک تابلوی باشه، مثلا در پایتخت اون کشور که اسم این تابلو هست امام حسین و پرچم جمهوری اسلامی ایران یا کشور در اون تابلو هم نصب شده. در قانون دیپلماتیک میگه که پرچم هر کشوری در کشور دیگه فقط با در سفارت اون کشور نصب باشه، نه خارج از سفارت. اما شما چه رفتار عمل کرد و گفتار و محبتی نسبت به مردم باید داشته باشی که حالا به تو اجازه بدن پرچم کشورت ایران رو با همه فشارها و هجمهای سیاسی که هست ببری در بیمارستان یک کشوری که بیمارستان آموزشی و درمانی هست نصب بکنی؟ من گاهی به این دوستا و همکارا که انتقاد میکنن از من، میگن که شما برای چی رفتی تو آفریقا داری خدمت میکنی؟ ما تو ایران هم خیلی انسانهای نیازمند داریم. منم میگم که قطعا اینو قبول دارم. از یک سال عمر خود من که 12 ماه هست، 10 ماه رو تو کشور خودم دارم خدمت میکنم، 2 ماه رو میرم خارج از این مرزا. و تازه خیلی وقتا من الان خیلی کمتر شده بدنم از وقتی اینستاگرام اومده. شما خب یه بعضی وقتا گزارش هم میدین، شما خیلی وقتا به مناطق محروم ایران هم میرین. بله. ما هر ماه حتما یک منطقه محروم میریم، از خراسان جنوبی، بشاگر، سیستان و بلوچستان، خاش، یا مثلا شاید همین حدود 3 هفته پیش قبل ماه مبارک ما منطقه محروم کهیر در منطقه کنارک از سیستان و بلوچستان بود. حالا من اون رو میخواستم عرض بکنم که امروزه ما میگیم دنیا خیلی کوچیک شده. این مطلب منو دقت بفرمایید. ما اگر ارتباط با دنیا نداشته باشیم، جایگاه و اعتباری در دنیا نداشته باشیم، نمیتونیم اسم ایران، نام ایران رو در دنیا بدرخشونیم. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان دکتر عمادی مثلا در بخش بیماری‌های پوست انقدر باید صاحب علم و نوآوری باشم که اگر وقتی پامو گذاشتم در یک کشوری مانند کنیا در رابطه با بیماری‌ها انقدر مطلب جدید داشته باشم، روش جدید در تشخیص و درمان داشته باشم که همه به من اعتقاد پیدا کنن. شما خواهش میکنم این دوتا موضوع رو با هم مقایسه کنید. یه وقتی من دکتر عمادی تو جیبم پول بزنم، یه کانتینر دارو و تجهیزات و لباس و آذوقه‌ام بردارم برم در یک کشوری مثل کنیا، آذوقه رو میدم، پولم هم هزینه میکنم، به مردم نیازمند میدم، وقتی تموم شد چیکار باید بکنم؟ باید برگردم ایرانم. یعنی اعتبار من به چی هست؟ به اون کانتینر دارو و غذا و پولیس که تو جیب منه. وقتی تموم شد اعتبار منم تموم شد. مثل یه دارویی که شما می‌نویسید تاریخ انقضای این دارو این هست. اما اگر شما با علم و اندیشه بری، به عنوان یک کسی که می‌خوای به دانشجوها، به مردم آموزش بدی، به مردم خدمت کنی، اونا رو درمان کنی، به اون دانشجوی پزشکی آموزش بدی بیماری پوستی چی هست، آیا شما تاریخ انقضا داری؟ هیچ وقت اونا شما رو رها نمی‌کنن. کما اینکه ما وقتی از سال 2008 در همین کنیا و بروندی آموزش رو شروع کردیم، سالهای اول گفتن که شما باید مدارکتون کامل باشه تا ما به شما اجازه بدیم بیاین داخل کشورمون. اما انقدر به دانش آموزا و دانشجوها آموزش دادیم، انقدر بیمارا رو درمان کردیم
که از سال 2014 دیگه واسه من بلیت می‌خریدن، هتل و اسکان واسه من می‌گرفتن، بعد من می‌رفتم تو اون کشور. یعنی چی؟ یعنی ما در قلبشون جایگاه پیدا کردیم، ما در فکر و ذهنشون جایگاه پیدا کردیم. من گاهی تو وزارت خارجه که جلسه میشه و با این همکارا میشینم، حتی با همکارای سپاه، بهشون میگم، میگم جدای از فعالیت‌های اقتصادی و نظامی یادمون نره که دین مسیحیت چجوری در دنیا انتشار پیدا کرد با درمان بیماران. ما واقعا این راه بسیار شکوفا و مستعد که ما رو کمک میکنه که ما خودمون رو در دنیا معرفی کنیم چرا فراموش کنیم؟ آقای شما الان نگاه کنید، مثلا در بسیاری از کشورهای دنیا ما رایزنی فرهنگی داریم، سفارت داریم. شما از این رایزنی فرهنگی، خیلی دوستانه و صمیمانه دارم عرض میکنم، که چندین پرسنل داره، نیرو داره، از امکانات و تجهیزات استفاده میکنن، نمایشگاه میذارن. شما از یکی از این سفرا، سفارت‌ها یا رایزنی فرهنگی سوال کنید، آیا شما تونستید خارج از رایزنی فرهنگی و سفارت یه جایی رو به نام ایران بکنید، یه جایی رو به نام امام حسین بکنید؟ ولی نه اینکه من از خودم تعریف کنم، من یک راه و روش و فرایند رو میخوام عرض کنم. چطور میشه یک پزشک به تنهایی یک کلو پشتی میندازه پشتش، چهار تا قلم دارو میگیره، میره تو این کشورهای آفریقایی میشینه، مریض میمیره، به دانشجو آموزش میده و عاقبت و نتیجه کارش میشه اون بیمارستانی که اونجاست میشه با پرچم ایران و نام امام حسین. خب چرا ما این راه رو واقعا گمش میکنیم؟ چرا به این راه و روش توجه نمیکنیم؟ چرا ما نیازهای مردم دنیا رو در نظر نمیگیریم بعد بتونیم بر اساس اون نیازها بهشون خدمت بدیم که سرمایه و اعتباری برای کشور خودمون باشه؟ مولا علی میگه این آثار نتدل علینا، با عمل خودت با مردم حرف بزنی، نه با این میکروفون که دستت معلوم دارم واسه شما حرف میزنم و روزه و قصه و داستان دارم میگم، با عمل خودمون با مردم حرف بزنی. شما وقتی با عمل خودتون به اون مسیحی، یهودی، مسلمان خدمات خودت رو صادقانه و خالصانه بدون هیچ نیت و چشم داشتی ارائه کنی، قطعا اون عاشقت میشه، قطعا اون شما رو رها نمیکنه، هر جا باشی دنبالت هست. شبی نیست واسه من ایمیل نیاد که آقای دکتر شما کی میایی کنیا، کی میایی بروندی، کی میایی غنا. ما منتظرتونیم، چه دانشجوش، چه پزشکش، چه مسئولش که در گاورمنت و دولتش هست. یعنی خیلی این راه و روش برای ما ساده است. من همیشه میگم خدایا، خدایا به ما کمک کن، به ما توجه کن، التفات کن که ما انا اعطینا کالکوثر باشیم، نه الهاکم التکاثر. یعنی خیلی مهمه، یعنی شما کارت و عملت اینقدر خیر و برکت درش باشه که وقتی هر کسی اون کار و فعل و انفعال و گفتار و کردار شما رو میبینه، اینقدر در دلش بشینه که تو رو از خودش بدونه. وقتی شما از اونا شدی، یعنی در همه رده ها و لیول های زندگیشون، اداریشون، اجتماعیشون، سیاسیشون، فرهنگیشون نقش نافذ و مؤثری داری، حتما به توجه میکنن. ولی اگر فقط تو جیبت پول بذاری، کانتینر دارو، تجهیزات و دارو و غذا فقط بخوای، اعتبار شما تو همون هست. گرچه من اونا رو بد نمیدونم، مخالف اون نیستم، اما اعتقادم این استش که اگر ما قراره که از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، سیاسی، فرهنگی کمک کنیم، از نظر علمی و سفره سلامت برای این آدم ها انقدر مؤثر باشیم که بگیم ما در بزرگترین سرمایه وجود شما که سلامتی جسم شماست، آدم نافذ مؤثری هستیم. در نتیجه خب قطعا همیشه ما جایگاهمون در قلبشون و در وجودشون. برای همین شدیم پزشک بدون مرز. الان هم به من بگن که شما تو آفریقا مالاریا گرفت، میدونید که من مالاریا گرفتم در آکرای غنا. یادم هستش که قرار بود ما در یه روستایی بریم مریض ببینیم، دو هفته قبل از اینکه وارد اون روستا بشیم متاسفانه مبتلا به مالاریا شدم. مالاریاش هم در کشورهای آفریقایی که نوع فارسی فاروم، معمولا سال 2019 2009 یعنی 20 سال پیش تقریبا، نه 2009 2020. بعد ببینید، ما قرار بود تو اون روستا بریم، انقدر حالم بد بود، من نگران این بودم قولی که به مردم روستا دادم، یعنی با خدا یه گپ و گفتگوی کردم، گفتم خدا
قرار بود که من برم اونجا مریض ببینم. حالا که من رفتم میخوام برم اونجا مریض ببینم، شما گذاشتین من همین الان مالاریا بگیرم که نتونم برم اونجا مریضا رو ببینم. بعد اونا نمیگن که ایرانی ها چقدر بدقولن، این پزشکی که قول داده چرا نیومده. در نهایت با اینکه حالم خیلی بد بود، سرم تو دست ما بود، من تصمیم گرفتم که برم اون روستا و اون مریضا رو ببینم. این اتفاق افتاد. بله فیلمش هم هست. این اتفاق افتاد، ما رفتیم اون روستا مریض دیدیم. من یادمه که دوره نقاهت مالاریا رو طی می‌کردم که دائم تعریق داشتم و سرم تو دست من بود. یه خانومی اومده بود، خانم جوونی، یه زخمی تو پاش داشت. من زخمشو پانسمان کردم، شستشو کردم و در نهایت چند جلسه، یعنی دو سه روز اونجا بودیم، درمانشون رو انجام دادم، خیلی بهتر شد. این کی بود؟ سال 2009 یادتون باشه. سال 2013 اتفاقی افتاد، ما دوباره رفتیم غنا. سال 2013 که رفتیم غنا، صدا و سیمای غنا از من خواهش کردش که یه مریضی هست در یکی از منزل‌های منطقه محروم اطراف آکرا، آکرا پایتخت غناست، بریم اونجا یه مریضی از شما ببینیم. ما موافقت کردیم. ما که رفتیم تو اون منزل، دیدم یه خانم جوونی و یک آقایی که لباس ارتش تو تنشه و یه بچه حدود مثلا 2 ماه بغل این خانم هستش. بعد من گفتم مریض کجاست، من مریض رو ببینم. گفت مریض هم اینا هستن. گفتم اینا که از من سالمترن، اصلا بهشون نمیخوره مریض باشه. بعد گفتن که نه، این خانومه رو خوب نگاه کن. من خانومه رو خیلی نگاه کردم، حالا اونم میخندید. گفتم والله چیزی یادم نمیاد. بعد اون خانومه برگشت گفت که آقای دکتر، من همونی هستم که سال 2009 شما مالاریا داشتی، از سر صورت درق می اومد، تب داشتی، سرم هم تو دستت بود ولی زخم پا منو پانسمان کرده بودی. بعد این پاش رو زد بالا، زخمش رو نشون داد، گفت ببین چقدر خوب شده. بعد گفتش همون روز من با خدای خودم عهد کردم اگر ازدواج کردم و صاحب فرزند پسر شدم، اسم پسرم رو بذارم امادی، اسم شما بذارم. گفتم چرا این تصمیم می گرفتی؟ گفت برای اینکه دیدم انقدر قلبت بزرگه که با اون حال بد اومدی به ما کمک کنی. منم آرزو کردم که پسر من اسمش امادی باشه، بلکه ایشون هم مثل شما طبیب بشه و به مردم دنیا اینطوری خدمت کنه. سال 2013 شناسنامه همین بچه رو تو اون اتاق آوردن نشون دادن، از تلویزیون قناه هم پخش شد. نوشته بود آتوبرا امادی. توی همین اینستاگرام من یا توی اینترنت هم سرچ کنید، امادی قنایی مشخصه. 4 سال بعد که این بچه 4 ساله میشه، دوباره ما رفتیم غنا. دیگه حالا آتوبرا امادی 4 ساله شده بود که یه مسابقه فوتبال هم اونجا با هم دیگه داده بوده. الان آتوبرا امادی اول دبیرستان میشه، دائم روپوش تنشه و گوشی تو دستشه. قطع به یقین گفته که من دکتر میشم، حتما دکتر امادی دوم میشم در غنا. هر جا هم رفتم میگم این که من طبیب شدم به خاطر وجود فلانی بوده. عرض من چی هستش؟ یه وقتی شما بلند میشی از اینجا میری، به دلیل اینکه یک جایگاه سیاسی و اجتماعی داری، میری مدال افتخار مثلا فلان دانشگاه رو به شما میدن، میگن دیپلم افتخار، مدرک دکترای افتخار این دانشگاه تقدیم به این وزیر، رئیس جمهور، نماینده مجلس. من میخوام بگم که اونم خوبه، ولی چقدر خوبه که شما دیپلم افتخار و نام خودت رو در یک کشور دیگه به واسطه عمل خودت بگیری، که حضرت علی میگه انا آسران و تدولده اینا، با عمل خودت با مردم حرف بزن، انا اعتینا کل کوثر باش نه علاکم متکاسو. هدف من این استش. ما جامعه ایمون این است. ایران ما پتانسیالی و بضاعت بسیار بالایی داره که هر جای دنیا باشه واقعا میتونه متأثر باشه، معرف نام ایران باشه، معرف نام شیعه باشه، معرف تخصص خودش باشه. ما اگر یک چیزو در فکر خودمون، در ذهن خودمون و مسیر و آینده خودمون الگو قرار بدیم، من میخوام به انسانیت خدمت کنم فارغ از نژاد، مذهب، ملیت و رنگ پوست. حالا ببینید خدا چقدر به شما توجه میکنه، حالا ببینید خدا چقدر انعام و الطاف خودش رو در زندگی ما حاکم میکنه و ساری و جاری میکنه. اگر این بود، آینده زندگی همه ما و کشور ما و ملت ما و دین ما مشخصه. ولی اگر قرار باشه ما فقط با زبانمون حرف بزنیم، به فرمایش مولانی علی میگه که زبونترین انسان ها کسیست که صاحب علم باشه و علمش فقط در سر زبانش باشه نه در عملش. اعضا و جواره یک انسان معتقد به شیعه علی باید
از انسانیت، از کمک به انسانهایی نیازمند حرف بزنه، نه فقط زبانش باشه. من تلاشم این بوده که در این مدت هم نام و نشانی برای کشورم باشم، برای همین شماهایی که زحمت کشیدید اینجا تشریف آوردید عذرخواهی میکنم اطاله کلام شد، و همین که از دین خودم دفاع کنم، و همین که از دانشگاه خودم دفاع کنم که بگم دانشگاه تهرانی که من اونجا درس یاد گرفتم اینقدر اساتیدم و دانشگاه هم صاحب نبوغ، علم، بدعت و نوآوری است که یک پزشکی مثل دکتر عمادی تولید کرده، ایجاد کرده، اختراع کرده، به خلقت آورده، به این دنیا آورده، که هم از نظر اخلاقی انسان‌ها نسبت به درد انسان‌هایی که در قاره دیگه هستن همراه و همدل باشه، و هم از نظر علمی که انسانی باشه که بتونه واقعا درد یک انسانی رو درمان کنه. لذا جمله آخرم این استش که این دنیا انقدر کوچیک شده ما بهش میگیم دهکده کوچک، نه دنیای بزرگ. و در این دنیای بزرگ ما دو تا معیار رو باید حفظ کنیم، تاکید میکنم دو تا معیار. یک information، دو relation. information یعنی اطلاعات روز، علم روز. relation یعنی ارتباط، شما چطوری ارتباط برقرار کنید. من اگه تو کنیا میرم با دانشجو یه جور حرف میزنم، با مردم عادی یه جور حرف میزنم، با اون نیروی امنیتی و اطلاعاتیش یه جور حرف میزنم، با دولتش یه جور حرف میزنم. یعنی اینو بهش میگن ریلیشن یا ارتباط. این دوتا مؤلفه رو اگر ما داشته باشیم مطمئن باشید که خوب میتونیم خودمون به دنیا معرفی کنیم. روانشناسی هم امروزها EQ رو بالاتر از IQ گفتن بره. چون خیلی ها IQشون بالایه ولی نمیتونن استفاده کنن، و کسی که EQ بهش بعد یعنی روابط اجتماعیش که آقای دکتر گفتن EQ. بالایه روابط اجتماعی با دنیا، با فرهنگ مختلف، نژاد مختلف، فرد سیاه‌پوست، سرخ‌پوست، سفیدپوست، دینش، مذهبش، همه اینا معیارهای بسیار مهمه که شما اسلام و شیعه و ایران رو معرفی کنید. اگر غیر از این باشه، من مثلا نگاه هم این باشه اینجا یه جایی مثلا مثل جنوب شهر یا شمال شهر تهرانه، من همه جای دنیا میتونم این رفتار رو داشته باشم، مطمئن باشید موفق نیستین. نه تنها موفق نیستین بلکه یک امتیاز منفی هم برای کشور خودمون هست. آقای دکتر ما سوال زیاد داریم، یک قسمت هم بعد خودمون خاطبین سوال کنن. شما دست اشرار هم در بکنم سومالی آره؟ نه توی همین کنیا بودش. تو کنیا اشرار هم شما رو گرفتند و بهتون هم تیرم زدند و خواستن بکشنتونو، از این موارد هم داشتیم. البته تیر نبودش، من از بیمارستان که خارج شدم دیر وقت بود، یه مریضی بود خونریزی کرده بود و من مجبور شدم تا ساعت 11 شب تو بیمارستان باشم. از بیمارستان که می اومدم بیرون، خب یه تعدادی به سفیدپوستا حساس هستن از سیاه‌پوستا، خب فکر میکردن که ما یک تاجر سفیدپوستیم که اومدیم تو کشورشون میخواییم غنایم زیادی جمع کنیم بریم، دیگه نمیدونستن که ما طبیب هستیم. نتیجه این شدش که من وقتی از بیمارستان خارج شدم در یک تاریکی مطلقی 3 نفر به من نزدیک شدن و دستور دادن که ما روی زمین درازکش بشیم. ما روی زمین درازکش شدیم و گفتن هرچی پول و موبایل و وسیله دارید به ما بدید. ما هم هرچی داشتیم بهشون دادیم. متاسفانه تو جیب ما 200 شیلینگ به اضافه یه دونه موبایل کوچیک بیشتر نبود. وقتی بهشون دادم برگشت گفت که شما سفیدپوستا فقط همین 200 شیلینگ و یه دونه موبایل، بقیه پولاتو بده کجاست. من گفتم همینقدر والا بیلا بیشتر نداره. حالا به زبان انگلیسی برگشته بود گفته بود یار موزونگو، موزونگو یعنی سفیدپوست به زبان آفریقایی. And just you have this money, you should give me more money. If you are not going to give me money, I will kill you. یعنی اگر پولت ندی ما تو رو میکشیم همینجا. ما که همینطور بحث میکردیم این قسمت پای منو یه چاقویی زدن. من دیدم داغ شد. دست که زدم دیدم که خب تاریکی مطلق بود. دیدم که یک کم مثلا نمناک و رطوبت و آبکیست، داغم هست. فهمیدم که خون هستش. دیگه اونجا من خیلی ترسیدم. خیلی ترسیدم و واقعا به این نتیجه رسیدم که منو میخوام بکشم. بهشون برگشتم گفتم که واقعا شما میخواید منو بکشید؟ گفت آره، چون شما خون مردم ما رو خوردید. گفتم من که خون مردم شما رو نجات دادم، طبیبم، پزشکم، این کارو کردم، همین الان تو بیمارستان شما بودم، جراحی کردم. با ما از کجا بدونیم شما پزشکی؟ گفتم همون موبایلی که تو دستتونه به چند تا از اون شماره ها زنگ بزنید، به شما میگن من کی هستم. اونا هم اتفاقا همین کار کردن.
بعد متوجه شدن که آره من واقعا طبیب بدون مرزم، چون با کسایی که تلفنی صحبت کردن اونا توضیح دادن که این پزشک مجانی ما رو عمل کرد، هر سالم مثلا یک ماه دو ماه میاد. حالا نکته جالبه ببینید، این سه تا آدم دو دقیقه با هم دیگه مشورت کردن، سه تا دوست برگشتن موبایل منو پس دادن، پول منو پس دادن، این زیر زانوی منو که خراشیده بودن با چاقو گرفتن با یه پارچه بستن، بعد به من گفتن you are free، شما میتونی بری. گفتم واقعا من آزادم، شما میخواستی منو بکشید که؟ گفت نه شما میتونی بری. من که راه افتادم به سمت ایستگاه اتوبوس که تاریکی مطلق بود، دیدم که اینا باز همراه من هستن. من برگشتم گفتم you told me I am free still you are following me، یعنی شما گفتی که من آزادم ولی هنوز داری منو تعقیب میکنی، برای چی؟ گفت آقای دکتر شما تا ایستگاه اتوبوس برسی دزدای دیگه باز میان سراغت، ما تا اونجا میخوایم تو رو اسکورت کنیم دیگه، کسی دیگه تو رو اذیت نکنه، شما رو مراقبت کنه. که تا ایستگاه اتوبوس اومدن و ما اومدیم منزلمون. شما ببینید توی آفریقا یه آدمی که گرسنه بود، تشنه بود، دز بود، سارق بود، وقتی محبت شما رو به هم نوعان خودش میبینه، از اون ایده بدی که داشت برمیگرده. اینجا نوعی توبه محسوب میشه دیگه، نوعی برگشت به انسانیت دیگه. چرا؟ چون انسانیت شما رو دید، رو اون دزد اثر میذاره. ولی من بعضی وقتا تو کشور خودم غصه میخورم، میگم که این همه از بیت‌المال دارن میخورن، هر روزم دارن میخورن، ولی سیرمونی ندارن. این چه طمعیه واقعا در وجودش؟ چرا واقعا این همه عکس شهدا، این همه نام شهدا تو این خیابونا، تو این در و دیوارا، این مجالس های قرآن اینطوری رو این آقایون تأثیر نمیذاره؟ اتفاقا همین آقایونی که ادعا هم میکنن، میگن خودشون رو مسلمون دو آتوشه و حزب اللهی و مثلا خیلی آدم سالم هم میدونن، ولی باز اینا میبینی دستشون تو جیب بیت المال متأثرانه بیشتر. انشالله که مرام انسانیت باعث بشه که دلهای همه انسانها نسبت به قرآن، نسبت به خدا، نسبت به انسانیت و خودش آشکار بشه، پیدا بشه، هویدا بشه و مسیر راست رو برای خودش انتخاب. داستان زندگی آقای دکتر سید ناصر عمادی که سیدم هستند و از ساداتند و از نسل اهل بیت، حقیقتش منو ناراحت میکنه، به خاطر اینکه ما این دنیا جونز رو میشنیم میبینیم، چه میدونم پروفسور چی بود مورتیمر رو میشنیم میبینیم، فلان رو میبینیم، حسرت میخوریم، در حالی که امثال آقای دکتر عمادی رو داریم که داستانهای جالبی دارن، ولی هنرمندی نداریم که ازش انیمیشن درست کنه، فیلم درست کنه. و این هویتی که ایجاد شده به لطف اهل بیت و به عمل آقای دکتر رو نشون بده. یکی آقای دکتر سید ناصر عمادی هست که من خیلی حسرت میخورم، یکی هم برادران امیدوار. آقای دکتر برادران امیدوار رو شما ملاقاتشون کردین؟ تهران هستن. حالا من اگر بشه هماهنگ میکنم. برادران امیدوار رو میشناسین؟ کسی میشناسه دستش بالا؟ فقط خانم خبرنگار میشناسن. دو تا داداش بودن دهه 30 پا میشن دور دنیا رو میرن میچرخن و از هر کاری میکردن مستند میساختن. تلویزیون هم این واقعی نشون میداد، ولی هیچ وقت نمیگفت اینا ایرانی هن. با اسکیموها زندگی کردن، خلبانی کردن، مار بوا کشتن، نمیدونم از این خنجرهای خیلی بلند تو شکم خودشون کردن توی یکی از قبایل آمریکای جنوبی، همه اینا رو امتحان کردن، اما هیچ وقت نگفتن اینا ایرانی هن. مگر یه مستندی اومد، سرچ کنید برادران امیدوار، میفهمید که آقا اینا ایرانی بودن. ما خودمون رو نمیشناسیم، منتظریم یه آمریکایی بیاد، یه خارجی بیاد، بگیم وای چقدر قهرمانه، چقدر شجاعه. آقای دکتر من یه خاطره بگم، چون شما هم تو همین فضا بودید، شما از فضای جبهه و جنگ اومدید. آقای دکتر سید ناصر عمادی وقتی که شهید حجاجی شهید شدن توی ترکیه برنامه داشتن و یه کنگره ای داشتن، پایان کنگره که برای دانشجوهای پزشکی ترک بود، به همه‌شون رفتن عکس شهید حجاجی رو پرینت گرفتن، به همه‌شون دادن، با اون دانشجوها دختر و پسر عکس دست جمعی گرفتن با شهید حجاجی. یعنی از این که بگن که من چه هویتی دارم و به چه اعتقاد دارم نمیترسن. اون شهید حجاجی رو اینطوری بودش که یکی از دانشجوها سوال کردش که
آقای دکتر شما سربازاتون هم تو عراقن هم تو سوریه هستن، همه جا شما هستید، چرا نمیخواید دست از سر ملت ها بردارید؟ چرا نمیخواید مثلا اجازه بدید کشورهای دیگه دولت شما ملتشون خودشون زندگی خودشونو بکنن؟ من بهشون گفتم که توی ترکیه در جمع بیش از 200 تا پزشک و دانشجو این مطلب رو گفتم، این زبان منطق و گفتگوی علمی راه نجات ماست، واقعا میتونه تشریح کنه. ما نمیتونیم به زور به کسی بقبولونیم که وجود ما در عراق و سوریه برای حفظ امنیت دنیا بود. همونجا بهشون گفتم که شما چند بار در استانبول و آنکاراتون حمله داعش اتفاق افتاد، خب واضح بود چند بار اتفاق افتاد. اتفاقا این کنگره زمانی بود که سردار سلیمانی خدا رحمتشون کنه اعلام کرده بود که داعش تموم شد. گفتم آیا غیر از اینه که از زمانی که سردار سلیمانی این موضوع رو اعلام کرد دیگه شما هیچ حمله ای در استانبول و آنکارا نداشتی؟ این واضح، این نکته دوم. نکته سوم، من میخوام یه مثال به شما بزنم. ما شهید حججی رو داریم، عکسش رو گذاشتم به عنوان آخرین عکس سخنرانی خودم روی پروژکتور. گفتم ایشون یک بچه مثلا 2-3 ماهه بعد از شهادتشون باقی موند از ایشون. زن خودش رو که زن جوانی بود تنها گذاشت، خانواده خودش رو تنها گذاشت، بچه خودش رو تنها گذاشت، اومد توی سوریه و عراق برای حفظ امنیت دنیا جنگید که امروز دیگه در استانبول و آنکارای شما حمله داعش وجود نداره. آیا به نظر شما یک همچین جوانی که زن و زندگی و خانواده خودش رو رها میکنه برای قدرت طلبی هست یا برای امنیت شما هستش؟ اونم میتونست مثل شما تو خونه خودش باشه، در شهر خودش اصفهان باشه، زندگی خودش رو بکنه، ولی بلند شد اومد به دنیا خدمت کرد. من بعضی وقتا آقای طاهری انتقاد میکنم، میگم کسایی که میگن شهدای حرم، ما باید بگیم شهدای حرم دنیا. یعنی از دنیا اینا دفاع کردن، کسایی که به عنوان مدافع حرم رفتن، فقط برای دفاع از حرم و حضرت زینب نبود، از همه. شما داعش به همه کشورهای اروپایی دنیا رفته بودن، کی واقعا اینا رو محدود کرد؟ و وقتی که این گفتگو شد، بدونین که من عکسی رو در اختیارشون بذارم. همون روز دانشجوها رفتن توی اینترنت نام شهید حججی رو سرچ کردن، عکسش رو پرینت کردن، آخر کنگره که بعد از ظهر بود عکسش رو آوردن بین دانشجوها پخش کردن، اومدن بالای سن و عکس یادگار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی من فقط باشون حرف زدم، دلایلش رو گفتم، حقانیت حضور سربازان ایرانی رو در عراق و سوریه گفتم، حقانیت حضورشون برای دفاع از امنیت دنیا رو گفتم. خودشون به نتیجه رسیدن، عکس شهید حججی رو برای احترام و قدردانی به دستشون گرفتن، آوردن بالای سن و اون عکس و فیلم رو که کار رایزنی فرهنگی در واقع کردیم. کمکاری های رایزنی های فرهنگی کم نیست متاسفانه و خاطرات بد زیاد داریم. اما من یاد یه خاطره افتادم، اون تابلو سبز رنگ رو میبینید روی ستون، آقای طاهری میشه نشونه دوستان بدین؟ این خانم یاماموورا هست، کونیکو یاماموورا، ژاپنی هستن. ایشون 19 سالگی مسلمان میشن، با یک مرد معتقد یزدی ازدواج میکنه. خانم یاماموورا خب به خاطر اینکه توی جو مذهبی قرار میگیره، خودش میشه یکی از ستونهای تبلیغ اسلام. میخواییم بزنید بغل این چیز، بله، ایشون میشه خودش یکی از ستونهای اصلی تبلیغ اسلام در ژاپن. 2 سال پیش بود، زنگ زدم اتفاقی بهشون، گفتم کجایی؟ گفت که من قومم. گفتم خب منم قومم، شما اصفهانی هستیم، دستمون از دنیا کوتاست، شما همه تهرونین، ما اصفهانی. بعد گفتم منم قومم. گفت که یک تیم 19 نفره از بچه های 11 نفره 12 نفره از بچه های ژاپنی هستن، دانشجوهای ژاپنی، برای فرصت مطالعات کوتاه مدت اومدن ایران و من عنوان راهنما اومدم. خودشون الان 84 سالشونه، 1000 ماشاءالله‌شون باشه. بعد گفت به اون راهنماشونم، امروز روز آخره و من میخوام ببرمشون خونه یکی از شهدای مدافع حرم. من موندم، گفتم خانم یاماموورا میدونید که ژاپنی‌ها با جنگ و نمیدونم مبارزه و دفاع و اینها غریبه هستن، جنگ کلا بده، یعنی آمریکایی‌ها بهشون گفتن اینجوری نگاه بکنید، جنگ کلا بده. گفتم من میخوام ببرمشون خونه یکی از مدافعان حرم.
گفتیم باشه، منم اومدم. رفتیم خونه شهید ایمانی. کسی شهید ایمانی رو میشناسه؟ مدافع حرم بود که خادم حضرت معصومه هم بود. یه چهره خیلی زیبا و لبخند خیلی ملیحی هم داره توی عکساش. خب رفتیم اونجا، یک روحانی هم همراه ما بود از یکی از این سازمان‌هایی که بودن. خب من صحبت نکردم، آقای روحانی گفت که این شهید برای خاکش، وطنش، دینش، اسلامش، مردمش رفت جنگ کرد و شهید شد. کاری نداریم، من باید برم. گفتم ای حاج آقا کجا؟ گفت من کار دارم باید برم. ما رو گذاشت با این جماعت. گفتم خدایا حالا چی کار کنیم؟ خدایا به تو متوسل میشیم. حاج آقا که بعد نره توضیح بده رفت. من موندم و خانمه یه مامورا. بعد گفتم عکس رو بیارین. عکس رو آوردن، میگم عکس خیلی قشنگی بود. گفتم بچه ها اول کی رشتش چیه، پدر مادرش چی کار است؟ یکی میگه همشون اقتصاد بودن، 19 سالشون بود رشته اقتصاد خونده بودن، دختر و پسر. یکیشون میگفت بابام خلبانه، یکیشون میگفت مامانم رئیس شرکته. خب اینا رو کسی هم تا حالا ازشون نپرسیده بود. گفتم بچه ها اسم شما چیه؟ گفت مثلا تاکشی. تاکشی مثلا. گفتم بچه ها اگر کسی بیاد تاکشی رو بگیره، یک عده‌ای بیان بگیرند و بزنن، چیکار میکنیم؟ گفتن ما هم میریم آزادش میکنیم، اونا رو میزنیم. گفتم چرا؟ گفتن چون دوستمونه. گفتم خب حامی، من یه حرفی میخوام بزنم. چرا رفتین کمکش کردین؟ چون دوستتونه، چون هموطنتونه، چون رفیقتونه، درسته؟ ما الان خونه یک کسی هستیم. حالا میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم، چون اینا ژاپنیا مانگا رو بیشتر میشناسن. مانگا رو که میدونین چیه؟ کسی هست ندونه؟ داستان‌های مصور مثل همین داستان، اون تا حالت سوباسا اوزارایی و از این حرفا. گفتم بچه ها سوپرمن رو میشناسین؟ گفتن آره. بتمن رو میشناسین؟ آره. زورو رو میشناسین؟ آره. خب اینا رو میشناختن، چیز دیگه که نمیشناختن. گفتم خب ویژگی های مشترک اینا چیه؟ اول اینکه نقاب میذارن که شناخته نشن، پس دنبال شهرت نیستن. دوم اینکه وقتی میرن نجات میدن یه نفر رو، نمیگن آقا تو مسلمونی، تو بودایی هستی، تو سیاه پوستی، تو سفید پوستی، تو ایرانی هستی، تو خارجی هستی. براشون مهم نیست. هر کسی گفت کمک، سوپرمن، بتمن، زورو میرن کمکش میکنن. نگاه نمیکنن کیه و چیه و دینش چیه. سوم این که برای پول نمیرن. نمیرن طرفو نجات بدن، میگن خب صد چوخ شد، انقدر ما پول بده. خب و چهارم من هر کسی هر جایی بگه کمک، اینا میرن. درسته؟ هممون دوست داریم سوپرمن باشیم، بتمن باشیم، زورو باشیم، ولی نمیشه. اونا فرا انسانی هن، فرا قدرت دارن. ولی امروز خونه یک نفری هستیم که سوپرمن بود. آقای شهید ایمانی مدافع حرم رفت سوریه. سوریه با ما هم مرز نیست، برای مرزمون نرفت. سوریه هم دین نیست، دینشون با ما فرق داره. برای پول نرفت، شغلش چیز دیگه بود، نظامی نبود، خادم بود، بچه داشت، 3 تا بچه کوچیک داشت. برای عیش و نوش و هیجانش نرفت. برای چی رفت؟ برای اینکه توی قانون اساسی ما هست، تو دین ما هست، اسلام میگه اگر کسی هر جایی گفت کمک، تو مسلمان نیستی اگر نری کمکش کنی. نمونش فقط سوریه نیست. وقتی انقلاب شد ما رفتیم کجا؟ آپارتاید شده بود، آپارتاید آمریکای آفریقای جنوبی. اومدیم نفتمون رو قطع کردیم. سلام، حال شما؟ نفتمون رو قطع کردیم با اینکه به پولش احتیاج داشتیم. وقتی بعد رفتیم بوسنی، رفتیم کمک کردیم. خیلی از بچه‌های رزمنده ما رو پوستشون رو کندن، کسی صداش نمیگه چه اتفاقی تو بوسنی افتاد. بوسنی هم دین ما نبود، اون آمریکای جنوبی نه هم رزم ما بودن نه هم دین ما بودن. ایرلند، بابی سانز، اونا هم همینطور، هیچ دین و هیچ اشتراکی نداشتیم جز آزادی خواهی. سوریه هم همینطور، جاهای دیگه هم همینطور. آقای دکتر شما هم مثل شهدای مدافع حرم سوپرمنی و ما افتخار میکنیم که الان پیش سوپرمن واقعی وایسادیم. س...
سوپر سید ناصر عمادی. سید ناصر عمادی من. چی؟ ابرمرد ایرانی. ما پورویه ولی رو داشتیم، ما همین افتخارات رو داشتیم. و خب میگم من چیزی که هرس میخورم اینه که این بزرگواران هستند ولی کسی هنرمندی نمیاد این کار رو نشون بده. چرا؟ یه مستند از زندگی آقای دکتر سید ناصر عمادی ساخته شده به اسم بدون مرز. توصیه میکنم اون مستند رو ببینید و لذت ببرید. اونجا که آقای دکتر دنبال زرافه ها میدن اونا رو نه، اون قسمت های کمک کردن رو میدن. البته خب نشون میده که روحیه آقای دکتر رو یک روحیه خوش که چیز نیست. بفرمایید. شبکه کجا؟ شما تصور کنین حدود 90% من تنها بودم دیگه. شاید مثلا در طول این دو دهه همه سالا که میرفتم تنها بودم، یعنی نه وزارت خارجه نه وزارت بهداشت، کسی ما رو کمک نکرد. فرقی نمیکنه. حالا من خودم اعتقادم اینه که ما به عنوان ایرانی هم باید وزارت خارجه باشیم، هم وزارت بهداشت باشیم، هم سازمان تبلیغات اسلامی باشیم. وظیفه ما اینه دیگه، انتظار توقع یا کمک از کسی رو نداشته باشیم. نه تنها بودم، چون کار سختی هستش. یعنی شما مثلا بری تو آفریقا، همین که ما یکی خدایی نکرده با من همراه باشه مالاریا بگیره یا مثلا یک کسی بهش حمله کنه آسیبی بزنه، وقت من با تمام وقتم صرف نگهداری و حراست و حفاظت از اون فردی باشه که همراه من است. یعنی مسئولیتشون من پذیرفتم. ولی اگر مثلا وزارت خارجه یه تیمی رو هماهنگ کنه، خب قطعا آدم خیالش راحت است. مسئولیتش با وزارت خارجه است. ما میریم سفر، میریم یه مثلا بیابون گردی، مثلا میریم یه سری آسیب هایی میبینیم، مثلا چه میدونم مشکلات پوستی پیدا میکنیم، چیش میگن ککه، چی بهش میگن شپش و اینها. حتی مثلا این برنامه‌ای که برنامه چیزو گذاشته و ایرانگرد، خودش میگفت که هر وقت میرم بیرون و پر میشم از اینها. شما این آسیب ها هم داشتین دیگه، درسته؟ من هم مالاریا گرفتم، هم تیفوید گرفتم. توی کنیا تیفوید گرفتم، مالاریا توی غنا بود، توی بوروندی هم باز یه بیماری انگلی بود که اونجا گرفته بودم توی شهر بوجومورا. خلاصه هر جایی رفتیم سوغات اونجا با ما بودش. ولی باز من خودم اعتقادم اینه که اتفاقا ما تو همین آزمونا قرار میگیریم دیگه. یعنی هر چقدر شما میری یه کار خیلی بکنی، خدا شرایط بسیار سختی رو برای شما میسر میکنه که ببینه آیا شما باز اون مسیر رو ادامه میدی یا میگی بابا ولش کن، از خیرش گذشتیم دیگه، بی خیالش دیگه، اصلا دنبال یه همچین کاری نمیرم. و یه چیز دیگه، در واقع زندگی ما همیشه در کفه آزمون الهی هست. من فکر میکنم که خدا آدم ها رو همیشه امتحان میکنه. یعنی خدا گفته دوبار در زندگی در سال امتحان میشین. وقتی خودمون رو تو ورطه امتحان میندازیم دیگه، اون امتحانای سخت خدا رد میشه. خدا میگه همین امتحان رد کن دیگه. اون امتحان بزرگ ممکنه درد فرزند باشه، ممکنه بیماری های اطرافیان باشه، اونا رو شاید از همون ور داره، بگه آقا خودت رفتی برای مردم خدمت به خلق، من امتحانای دیگه تو ساده میکنم. حالا یه صحبت آقای دکتر، من یه خاطرات پروفسور حسابی انداخت که ایشون هم اون تو خاطراتش نوشته بودن که میرن طرف بندرعباس و اونجا بیماری های پوستی میگیرن که یه سری کرم های خیلی بزرگ از پاشون در میارن و اینها، درسته؟ تو اون مناطق هست، از اینا نمیترسیدین؟ ببینید کلن شما وارد آفریقا که میشی، بیماری های عفونی از ویروس، باکتری و بیماری های انگلی خیلی شایع هستش. ببینید یه سری رفتارهای پیشگیرانه هست که باید مراقب باشید، خب مبتلا نشید، اما در این حال این ریسک و خطر رو باید بپذیرید. من گاهی تعبیر میکنم رفتن به آفریقا رو مثل رفتن به جبهه. خب خیلی کسانی بودن وقتی نیت کردن برن به عنوان رزمنده در 8 سال دفاع مقدس بجنگن، وقتی پاشون از خونه گذاشتن بیرون، یعنی پذیرفتن
به فرمایش شهید حاج قاسم سلیمانی میگه که برای شهید شدن اول باید شهید باشیم، یعنی معرفت و جایگاه شهادت رو داشته باشیم. کسی که پاشه میذاره تو جبهه میدونه هر لحظه ممکنه گلوله بهش بخوره. منم که میرم آفریقا باید بدونم هر لحظه ممکنه مالاریا بگیرم، هر لحظه ممکنه تیفوئید بگیرم، ولی یک عهد و پیمانی دارم، در اون عهد و پیمان من با سختی ها و موانعی مواجه میشم که این سختی ها و موانع میخوان منو برگردونن. حالا میخوان ببینیم چقدر ما روحیه‌مون رو حفظ میکنیم. میگم من حتما باید این مسیر رو ادامه بدم تا به نتیجه برسم. آقای حداداده من دعوت میکنم یه لحظه اگر توی بخش ما تشریف بیارید ممنون میشم، چون به فعالیت شما همین بخش میخوره. سلام علیکم، حال شما خوب هستید؟ من یه معرفه بکنم. آقای دکتر سید ناصر عمادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانن که خودشون داوطلبانه ماجراشون خیلی مفصله. شون بسیجی بودن که تصمیم میگیرن که پزشک بشن، به مردم خدمت کنن. ایشون الان 20 ساله که تابستون ها میرن آفریقا و به مردم رایگان خدمت میکنن. یک مستندی هست، مستند آشنای دور، که یک فردی است میگه که اسم بچه هاشو میگه، میگه این خامنه‌ایه، این خمینیه، این بهشتیه، این مطهریه. اونها یکی از محصولات کار آقای دکتره که در حالی که مالاریا داشتند و بهشون سرم وصل بوده، خانومی رو درمان میکنن. خانومه وقتی این خلوص نیت رو میبینه، نیت میکنه که وقتی که ازدواج کرد بچه هاش رو با انقلاب آشنا بکنه، خودش تازه آشنا میشه که این کیه که اومده داره اینجوری کمکشون میکنه، و بعد بچه هاشو اسمهاشون رو به عشق انقلاب، آدم های انقلاب بذاره و حتی شیعه هم میشن. ما توی بخش رهیافتگان در مورد تازه مسلمان ها کار میکنیم. خب چهره های مختلفی از رهیافتگان رو ما اینجا داریم، حتی رئیس جمهور قزاقستان، قرقیزستان که مسلمان شدن، ما بعضی از این چهره ها رو آوردیم. یا آقای دادکان، حتی تازه مسلمان نیستن، پدرشون مصطفی دیوونه مشهوره و خودشون خیلی افتخار میکنن. یا پل 33، پل اصفهان که همون پل الله وردی خانه، محصول یک تازه مسلمانه. خود الله وردی خان که بندر عباس رو نجات داد، خودش تازه مسلمان بود. ما روی این قضایا کار میکنیم و البته خود بچه های تازه مسلمان و پتانسیل هاشون، ما همین الان از رومانی خانم دایانا هستن و همسرشون، خانم هوشینو از ژاپن اینجا حضور دارن. بله رفتن، فکر کنم رفتن تلویزیون اینترنتی صحبت بکنن. ما انجمن ما مجموعه رهیافتگانی هستن که داخل ایران وجود دارن و حضور دارن و خیلی هاشون خب تبلیغ انقلاب اسلامی رو هم دارن میکنن و خوشحال میشیم که از کمک شما هم استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از شما که این بخش جذاب نمایشگاه قرآنی رو اداره کردید. این مسیحی‌ها به کسانی که بر اساس تعالیم حضرت مسیح به مردم خدمت میکنن، اینا رو خیلی بالا میبرن. قصه آلبرت شوایتزر رو در آفریقا شنیدید، مادام ترزا رو شنیدید، حالا شما نشون میدید که در عالم اسلام خدمات آقایون کمتر از اونا نیست به مردم محروم، مردم آفریقا. و من سپاسگزاری میکنم، انشالله مقبول درگاه خداوند باشه و این بخش برای عموم مردم خیلی جاذبه داره، برای اینکه متوجه میشن که این اسلامی که رایگان در اختیار خودشونه، بعضیا برای رسیدن به این چه راه دوری رو طی کردن و چه هزینه گزافی رو پرداخت کردن تا این چیزی که اینا راحت در اختیارشونه اونا به دست بیارن. دستتون درد نکنه. من خیلی تشکر میکنم از توصیه شما، امیدواریم که دعای شما شامل حال ما بشه. ولی خواستم عرض کنم که در از سال 2009 که من وارد آفریقا شدم تا همین 5 ماه پیش، یعنی در طول تقریبا 2 دهه، 17 سال 18 سال، یه درمانگاه به نام امام رضا در کشور بوروندی راه اندازی شد و یه درمانگاه به نام امام حسین در کشور کنیا. هر دوتا کشور مسیحی نشین هستن. من اینو میخواستم خدمت شما عرض کنم که
اعتقاد قلبی من این هستش که همون نام پزشکی رو که بردید ادوارد وایت نازر، اگر ما سفره سلامتی رو در کشورهایی که واقعا نیازمندن مثل کشورهای آفریقایی خالصانه و صادقانه فارغ از نژاد، مذهب، ملیت در اختیارشون بذاریم، قطعا بدونیم هم دفاع از دینمون هست، هم دفاع از مملکتمون هست، هم دفاع از انسانیتمون هست. یعنی من دکتر عمادی تنهایی، آقای دکتر باور بفرمایید، در این 17 سال یک کلی پشتی گرفتم، هر سال چون هیئت علمی دانشگاه تهران اواخر اسفند راه میافتادم، متخصص پوست هستم درماتولوژی، اواخر اسفند راه میافتادم میرفتم آفریقا تا پایان اردیبهشت که تعطیلات هم نوروز بود هم کار دانشگاه کمتر بود. توی این دو ماه در طول 17 سال من میخوام شما تصور کنید ما چه تیمی رو میباس آماده کنیم، آموزش بدیم، هزینه کنیم که بهش بگیم برو شما در بوروندی یا برو در کشور کنیا تابلوی امام حسین با پرچم ایران رو بزن در اون بزرگترین بیمارستانشون رو برگردی. به جای دستمزدشون که رایگان بوده گفتن که آقا اسم بیمارستانتون رو بزنید. وزیر بهداشت به من گفته که آقای دکتر مثلا شما یه ماه بودید روزی اینقدر دستمزدتونه، آخر ماه می‌خوایم بهتون بدیم. من بهشون گفتم که شما این پولی رو که میخواییم به من بدید صرف هزینه درمان مردم بکنید، اما اگر میخوایید که ارتباط و مودت بین دو تا کشور ایران و بوروندی یا کنیا زیاد بشه، اسم این مرکز بذارید امام حسین، اسم این مرکز بذارید امام رضا. منظورم این راه هست، انشالله که با کمک شما فراهم بشه. قربان شما، خدا نگهدار.